امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه. یک اصل خیلی مهم برای نتیجه مثبت گرفتن از قانون جذب رها کردن خواسته هامونه. سوالی که خیلی ها میپرسن اینه که یعنی من یک بار به خواستم فکر بکنم، درخواستش بکنم و بعد دیگه اصلا بهش فکر نکنم؟ این یعنی رها کردن؟ نه، معنیش این نیست. معنی واقعیش اینه که تو اونقدر به برآورده شدن خواستت ایمان داشته باشی که هیچ نگرانی به دلت راه ندی. یه مثال میزنم. وقتی تو از یک فروشگاه اینترنتی مثلا خرید میکنی که قراره این بسته که خرید کردی در عرض 2-3 روز به دستت برسه، بعد از اینکه سفارشت ثبت شد و پولشو پرداخت کردی، آیا هر لحظه روزی مثلا 10 بار 20 بار میری دوباره چک میکنی که ببینی درست ثبت شده، قرار بفرستن، که این قرار بفرستن، که این قرار به دستت برسه؟ نه، چون مطمئنی که این پروسه‌ای که داره یه چیز مشخصیه، باید پروسه‌اش طی بشه و تو زمان خودش به دستت میرسه. یعنی دیگه هزار تا فکر و خیال نداری که اگه به دستم نرسه چی؟ اگه خیلی دیر بشه چی؟ اگه تو راه گم بشه چی؟ حالا اگه تو همینقدر اعتمادی رو که به این پروسه داری به خدا و به کائنات هم داشته باشی، اون وقت دیگه عجله مفهومی نداره. اون وقت دیگه نگرانی مفهومی نداره. اون وقت دیگه از خودت نمیپرسی که من کی و چه جوری قرار به اون خواسته برسم. چون ته ته دلت مطمئنی که در زمان مناسب خودش قرار اتفاق بیفته. پس رها کردن این نیست که اصلا دیگه به اون خواسته فکر نکنیم، بلکه به این معنیه که هر وقت اون خواسته اومد توی ذهنمون، احساس خوبی نسبت بهش داشته باشیم. احساس آرامش خاطر و همون اعتماد و اطمینان. و چیزی که باید خیلی حواست بهش باشه اینه که تو خوشحالی و شادی خودت رو در گروی اون خواسته ندونی. یعنی با خودت نگی که وقتی این اتفاق بیفته، وقتی این خواستم برآورده شد، من اون موقع خوشحال میشم. تو همین الانش هم همونقدر خوشحال باش، چون که مطمئنی برات اتفاق قرار بیفته دیگه. پس چه فرقی میکنه وقتی الان هم همون حسو داشته باشی؟ خود این هم باز ارتعاشت رو بالاتر میبره و به این پروسه جذب کمک میکنه. اما اگه تو منتظری که اول اون خواسته برآورده بشه بعد احساس خوبی بهت دست بده، یعنی احساس تو، احساس خوب تو وابسته به اتفاق افتادن یا نیفتادن اون چیزی هست که میخوای. اتفاق بیفته حالت خوبه، نیفته حالت بده. و این یعنی وابستگی، و وابستگی هیچ وقت نتیجه خوبی نمیده. پس از همین لحظه‌ای که داری، همین زندگی که الان داری، نهایت استفاده رو بکن. کارهایی که میتونه خوشحالت بکنه رو انجام بده. هر چیزی که باعث میشه از لحظه‌های کوچیک زندگیت لذت ببری رو انجام بده. و میبینی همون لحظه‌ای که شاید اصلا انتظارش رو نداری، اون خواسته هم برآورده میشه. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت یادتون نره که هم به من انرژی میده، هم باعث میشه که این ویدیو برای افراد بیشتری نشون داده بشه. برای کسایی هم که فکر میکنین به دردشون بخوره حتما بفرستین. مرسی از همراهیتون و توی ویدیو بعدی میبینمتون.